خانمی بابک، حدود 5 دقیقه وقت داریم، شاید بتونیم خیلی سریع به یک ایمیل دیگه بپردازیم. خانمی نوشتند که من حدود 1.5 سالی که ازدواج کردم، ولی از مقاربت های دردناک زجر می کشم. در کودکی مورد تجاوز جنسی یکی از مردهای خانواده قرار گرفتم، ولی متاسفانه به کسی این موضوع رو نگفتم. توی یکی از برنامه های من و تو به اشاره مختصری به این موضوع داشتید. آیا علت درد نزدیکی های من جنسی است یا نه؟ آیا قابل معالجه هست یا نه؟ و ازتون خواهش میکنم که در این مورد توضیح بفرمایید. بله، حتما حتما دلیل اصلیش اونه. اصلا من فکر نمی کنم درصد مشکل جسمی نداری، ولی برای اینکه خیالمون راحت بشه یه معاینه جسمی هم بکن که خیالمون راحت باشه که مشکل جسمی، اگر تجاوز جنسی شده به تو عزیزم، حتما مشکل روانی، روحی روانیه، دردهای فیزیکیت و اون درد آمیزشت، و حتما خبر خوب اینه که قابل علاجه، حتما قابل علاجه. برو به چند تا از کلیپات، یکیش نوشتم درد در سکس، فکر میکنم اینجوری نوشتم، یه چند تا کلیپ تو همین رادیو اتفاقا جدیدن هم گذاشتیم، به این رو وبسایت یا وبسایت آقای برومن نگاه کنین، گوش کنین به کلیپا، حتما قابل علاجه. ولی قبل از علاج جسمی حتما از نظر روحی روانی به خاطر همون تجاوز گذشتن باید کمک، اون کمک هم باید بهت بشه در کنارش که بتونی یه رابطه خوب و با همسرت اگر داری با همسرت داشته باشی، چون اگر دردهای جسمی داشته باشی و این دردهای جسمی روی روحی تاثیر میذاره. و مثل سوال دوم امشب ما که نوشته بودن که دلیل خیانت چیه، میتونه یکی از دلایل خیانت همین بشه اصلا، چون تو همیشه درد دارید، اصلا نمیشه به تو دست زد، تا بهت نزدیک میشن فورا خودتو جمع میکنی، به هیچ جایی تو من نمیتونم دست بزنم، دیگه اینا همه رو تو خیلی تاثیر میذاره، این صداها، این حرفا روی اعتماد به نفست هم خیلی تاثیر میذاره، و بهانه بهتری هم داده میشه برای همسر، برای همسرم خیلی سخت و دردناکه، برای اینکه هر جایی تو رو دست میزنه احساس میکنه که تو تنس میشی، خودتو جمع میکنی، میلرزی. و یکی از دلایلی هم که تو دردناکه برات به خاطر اینکه خودتو سفت میکنی، تمام عضلات واژن خودتو سفت میکنی، و من کاملا درک میکنم که چرا این کارو میکنی، و اینم به خاطر همون تجاوز جنسی نابرابر و بی‌انصافانه است. ولی همینه دیگه، بدیم دیگه ما همه ما وظیفه داریم که هر چه زودتر کوشش بکنیم و جلوی متعدد جنسی رو بگیریم، چون بهای قربانی که بها میده خیلی خیلی سنگینه. ولی تو عزیزم قابل علاج، اصلا نگران مورد این مسئله، یاد باید بگیری که چجوری خودتو ریلکس کنی، چجوری خودتو شل کنی، اینو همسرت هم باید یاد بگیره، یعنی شما سایکوسکشوال تراپی که به همسرت هم یاد بدن که چجوری تو توی بسترت با همسرت چقدر تو یاد بگیری ریلکسی، و این رفتار همسرم دوباره مهمه، به اون باید یاد بدن، مراحل مختلف داره که این اعتماد به تو برگردونه، همسرت یاد بگیره که چجوری باید به تو دست بزنه تا تو اون تنسی و اون سفتی عضله برات به وجود نیاد. و این مراحل اگر که کمک بگیرین، خوب بهتون یاد بدن، تو اون وقت میتونی خیلی با آرامش خاطر بیشتر توی رخت خواب باشی، از همسرت نترسی، خودتو سفت نکنی، وقتی خودتو سفت نکنی اصلا درد و آزاری وجود نداره برات، اون وقتی که همسرت هم خیلی بیشتر از تو لذت میبره، و رابطه جنسی خیلی مسئله جدی و مهمیه، 80-85% یه رابطه به رابطه جنسی وصله، و اگر اینو درست نکنی مسائل جانبه میاد زندگی شما رو داغون میکنه و له میکنه. و از همه مهمتر خود توی عزیزم، چرا تو لذت نبری از یه احساس و ارضای بسیار طبیعی و بسیار لذت بخش، چرا تو لذت نبری عزیزم؟ در درجه اول به خاطر خودت و یه تودهنی بزرگ به اون متجاوزت که این حق رو از تو تا حالا گرفته ازت، هنی بزرگی که تو برای خودت حالا تونستی کاری بکنی، و بعدش هم لذت میبری از رابطه جنسی، و
و همسرت هم در کنار تو با تو لذت میبره و زندگیتون خیلی میشه. این میتونه زندگی شما رو خیلی خراب کنه و نابود کنه زندگیتون. بله، سپاسگزارم خانم بابک عزیز، تشکر میکنم از برنامه امشب، آرزوی هفته خوبی براتون دارم، تا سه شنبه دیگر و برنامه دیگر با شما عزیز. همچنین برای شما و همه عزیزان شبتون بخیر. سپاسگزارم، شب شما بخیر. قصه های آفتاب، داس ها و گل های یاس با میترا بابک.